باشه. خوب هستم، خیلی ممنون. خب خوشحالم که با جدید برنامه هستید. اولا نظرتون درباره این موضوع چیه؟ چون بیشترم وقتی میگی مهندسی ژن یا تحقیق درباره ژن، گروهی ازش دستکاری ژنتیک رو مراد میکنن، حالا یا به عمد نمیدونم یا به هر حال قصد دارن که نتایجی بگیرن از بکارگیری این اصطلاح. حالا میخوام نظر شما رو جویا بشم و بپرسم چرا میگن دستکاری ژنتیک؟ میگن دستکاری ژنتیکی تا ایجاد ترس بکنن. شما اگر از یک نفر بپرسید که آیا شما موافق هستید که در ژن‌ها دستکاری بشه، طبیعتاً هر انسانی ممکنه بیشتر بگه نه، چون دستکاری یک واژه منفی هست. در صورتی که اگر شما از ترجمه بهبودی استفاده بکنید، یعنی اینکه اون ژن دارای نقص هست و ما قصد بهبودی اون رو داریم، آیا با این کار موافق هستی؟ بنابراین برای همون پرسش اگر به دو گونه متفاوت مطرح بشه، شما دو پاسخ متضاد میگیرید. کاملا درست. بنابراین این یک مسئله است که باید به اون توجه بشه. یعنی اون رو ترفنده در واقع، نوعی ترفند. متاسفانه بنگاه های نظرسنجی هم خیلی از این ترفند استفاده میکنن برای دریافت جواب دلخواه. دقیقا همینطور هست. به خاطر همینم هست که در آمار پرسش از پاسخ مهمتر هست. کاملا درست. شما پرسش رو به چه نحوی مطرح میکنید. از اون طرف بینندگان شما بایستی بدونند که اول هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. تمام موجودات نتیجه یک فرایند طولانی هستند و همینطور تمام موجودات از جمله انسان دارای نقص هستند. انسان یک موجود کامل نیست. فقط در سیستم مغزی انسان بالای 800 ژن ناقص شناسایی شده. بنابراین دیر یا زود این ژن‌هایی که دارای نقص هستند کار دست انسان میده. همینطور اگر شما به ساختار کلی یک انسان نگاه بکنید، انسان به هیچ عنوان یک موجود کامل نیست و دارای نقص هست. و اگر شما سفر بکنید، با آدم‌های گوناگون صحبت بکنید، درد دلشون رو به شما بگن، متوجه میشید که چقدر آدم‌ها روی کره زمین از بیماری‌های متفاوت و گوناگون رنج میبرن، اما در مورد اونها صحبت نمی‌کنن. درست. و دلیل بسیاری از این بیماری ها ژن ها هست، یعنی علت اونها در ژن های این بیمار ها نهفته هست و به همین دلیل بایستی با آغوش باز به استقبال این پروژه ها رفت. و من چقدر خوشحال هستم که انگلستان در این مورد یک قدم بزرگ برداشته، به خاطر اینکه یک سری از کشورها توانایی های بیشتری دارن و اگر اونها بخوان تحت نفوذ متعصب ها جلوی این پروژه ها رو بگیرن، آینده انسان و آینده بشریت به خطر خواهد افتاد. چون شما مطمئن باشید که آینده انسان به این پروژه های علمی بستگی داره. اگر این پروژه های علمی انجام نشند، آینده بدی در انتظار انسان ها هست. بنابراین بایستی از این پروژه ها استقبال کرد، نبایستی گذاشت تا ترس غلبه پیدا بکنه بر انسان. همینطور خیلی از اوقات اینجور مسئله رو مطرح میکنن که اینها دارن در کار خدا دخالت میکنن، یعنی یک جورایی مذهب و تعصب و خرافات رو با کارهای علمی همه رو با هم قاطی میکنن. بنابراین پاسخ به پرسش شما این یک خبر خیلی خوب هست و بینندگان شما هم باید از این مسئله خوشحال باشن. خب بنابراین نشگیری کنیم که انسان یک مجموعه زیستی ناقص و معیوبه که میتونه اصلاح بشه و اینا همه منشأ ژنتیک داره، یعنی میراث‌هایی که به انسان رسیده به هر کدام از ما. خب تنها راهش هم اینه که ما بتونیم با در واقع تحقیقات ژنتیک بتونیم به این به اصطلاح به این عیوب و به این نواقص پایان بدیم، یعنی انسان رو باید برد به گاراژ دیگه و تعمیرش کرد و راهش هم همینه، راه دومی وجود نداره. بله همینطور هست. و از اون طرف شما بایستی بدونید که اگر در یک شهری برای مثال آلودگی هوا وجود داره، این به مراتب خطرناکتر هست
برای ژن‌های انسان‌ها تا اینکه بخوان جلوی پروژه‌های علمی رو بگیرن با ایجاد ترس. ما در گذشته در مورد بیوترور صحبت کردیم، یعنی تروریست‌ها از مواد شیمیایی یا میکروب‌ها یا ویروس‌ها بخوان استفاده کنن برای حمله به اهالی یک شهر، یک مملکت، در صورتی که خیلی از کشورهای دنیا در حال حاضر آدم‌های بر سر کار هستن در مملکت‌ها که از هر بیوتروریستی بدتر هستن. بنابراین یک مقدار وقتی که از دستکاری‌های ژنتیکی صحبت میشه، شاید یک مقدار هم هدف این باشه که منحرف بکنن اون مسئله واقعی رو. اگر شما آلودگی دارید، اگر شما نمیتونید تنفس بکنید، اگر اکسیژن به اندازه کافی نیست، بچه‌هایی که به دنیا میان دارای نقایص بیشتر ژنتیکی هستن. بنابراین مسائل رو اصلا نباستی با هم قاطی کرد و بعد بایستی ببینیم که چه چیزهای ارجحیت داره. از یک طرف شما بایستی دی ان ای یک جامعه رو حمایت بکنید، حفظ بکنید، چون این دی ان ای از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و این وسیله وظیفه دولت مردهای مملکت ها هست، تصمیم گیرها هست. و از اون طرف هم بایستی قبول بکنید که انسان دارای نقص هست، انسان دارای نقایص ژنتیکی بسیار زیادی هست. تمام آدم های دنیا امروز نقص های ژنتیکی دارن. بنابراین از سوی دیگه بایستی در رو باز کرد، با آغوش باز به استقبال پروژه های رفت که هدف اونها تصحیح این ژن ها هست، تا بچه ها، نوجوان ها و بزرگ سال ها بعدن در زندگی خودشون رنج کمتری ببرن و رنج نبرن و بیشتر بتونن از زندگی لذت ببرن. خب یکی از نواحی ناقص مغز انسانه که اشاره کردید بهش، خواهش می‌کنم توضیحات بیشتری بدید که اون نقص ها کدامند و چه تأثیر دارن در عملکرد ما و همینطور در رفتارها یا در منش‌های ما. ما در داخل بدن خودمون مرتب دارای ارتباط‌های شیمیایی هستیم. از زبان شیمیایی سلول‌های ما استفاده می‌کنن برای تماس گرفتن با همدیگه و میلیاردها آنزیم در حال سوخت و ساز هستند. و بنابراین جای تعجب نداره که اگر یکی از اونها دچار اشکال بشه، ساختار بدن رو از هم بپاشونه. به خاطر اینکه انسان و بسیار از حیوانات دیگه دارای یک بدن پیچیده هستند و مرتب ترکیب‌های شیمیایی دارن انجام میشن در فاصله‌های بسیار کوتاهی. اگر شما می‌بینید من انگشتانمو به سرعت دارم حرکت میدم، اگر زبان من در آن واحد در جدهای مختلف حرکت میکنه تا واژه ها رو ایجاد بکنه، صوت ایجاد بشه، اینها نتیجه میلیاردها واکنش شیمیایی هست که در یک فاصله کوتاه داره انجام میشه. حالا شما تصور بکنید که ژن هایی که مسئول این پروتئین ها هستن دارای نقصی باشن. بنابراین جای تعجب نیست که ما انسان‌هایی رو ببینیم که برای مثال دارای دو شخصیتی بودن هستند، از این ناراحتی رنج می‌برند، یا انسان‌هایی رو ببینیم که دارای افسردگی هستند. زمینه‌های ژنتیکی در این مورد کاملاً شناخته شده هست. این چند نمونه هست که خدمتتون عرض کردم. ما بیماری‌های خیلی خیلی زیادی داریم که دیر یا زود سراغ آدم‌ها رو می‌گیرد. خب بنابراین شما موافق این تحقیقات هستید؟ بدون تردید. میخوام ببینم در جامعه علمی چی روی هم رفته، مخصوصا در محیط های دانشگاهی میزان توافق در این زمینه تا چه حده؟ متاسفانه در محیط های دانشگاهی هم یک جورای تعصب های مذهبی ریشه هست. پیدا کردن. یعنی عجیب هست که در قرن 21 ما دوچار همون ناراحتی هایی هستیم که در قرون گذشته، و بسیاری از افرادی که ممکنه در یک رشته تخصص داشته باشن اونها هم مسائل رو با هم قاطی کردن. علم گناهی نداره. وقتی که تلویزیون اختراع شد همه یک نگاه منفی داشتن، وقتی هواپیما اختراع شد همه نگران بودن، وقتی که چاقو اختراع شد همه نگران بودن. گناه از خود اون پروژه و اون تکنولوژی نیست، مقصر کسانی هستن که از اونها استفاده نادرست میکنن. بنابراین در مورد پروژه‌های علمی هیچ کس حق نداره جلوی اونها رو بگیره و دانشمندها خودشون تعهد دارن
متعهد هستند، گروه های بازرسی هستند تا این مسائل رو زیر نظر داشته باشند. بینندگان شما باید توجه داشته باشند که اینطور نیست که یک عده دانشمند دیوانه بنشینند و شروع کنن ژن‌ها رو دستکاری کردن تا یک هیولای از اون ایجاد بکنن. به هیچ عنوان اینطوری نیست. این مسئله خود این پروژه ها حتی باعث میشه که ژن‌های ناشناخته دیگه رو هم ما بتونیم شناسایی بکنیم. بنابراین مسائل رو هر از همه این هست که با هم دیگه قاطی نکنیم و جلوی پروژه های علمی رو نگیریم و اجازه ندیم تا تعصب های افراد ایجاد ترس و وحشت بکنه در جامعه. بله، یکی از مواردی که هم اشاره کردن مخالفان بهش باز دادن این مجوز به دانشمندان برای تحقیقات ژنتیک همین بود که اینها میخوان با دستکاری های ژنتیک موجوداتی رو پدید بیارن که شاید نظم جامعه بشری رو به هم بریزه، موجوداتی خاطر از کنترل و موجوداتی که دیگه طبیعت بر اونها سیطره‌ای نداره، انسان بر اونها سیطره‌ای داره و اونها رو میتونه برای اعمال غیر قابل مترقبه برنامه ریزی کنه. بله، یکی از این به اصطلاح ایراداتی بود که به این زمین داره که نه، نظر شما به نظرم هم قابل فهمه هم پذیرفتنی که زیر پدیده‌های علمی رو نباید گرفت ولی باید اونها رو کنترل کرد. به سود چی؟ به سود انسان. اجازه نداد که به زیان انسان عمل بکن. خب دوشون نظری عزیز، بریم بر سر محبسی که داشتیم که از هفته پیش هم شروع کردیم. به نظر محبس خیلی مهمی است. قرار شد که ما نگاهمون رو تغییر بدیم نسبت به همه چیز. هم میهنانه اگه در بنای تاریخ زندگی میکنیم با سوراخ سنباهاش رو بشناسیم، اگر ما در منظومه هستی که اعضای مهم منظومه هستی با هستی رو بشناسیم و مجموعه موجوداتی که با ما زندگی میکنن، با ما همخوانن، با ما همسایه‌ن، یا اگه در کائناتی زندگی میکنیم، خب خیلی طبیعی است که باید این کائنات، این منظومه عظیم و حیرت انگیز و بیکران رو بیشتر بشناسیم. مجموعه دریافت‌های ما الان واقعا کمتر از 95%، یعنی شناختی که 95% جهالت بکنی نسبت به منظومه که داری زندگی داری میکنی. خب انسان، از خودمون شروع کنیم که انسان و شناخت انسان و آخرین تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، این مبحثی بود که دکتر نوذری شروع کردند و اجازه بدید که این هفته اون رو پی بگیریم. دکتر نوذری ما سراپا گوشیم. شاید جالب باشه که اگر فرض کنید شما یک استخوان پیدا بکنید، یک جمجمه پیدا کنید، یک فک پیدا بکنید با دندان، از کجا میفهمید که این اول متعلق به چه دورانی هست، عمرش چقدر هست، انسان هست یا شبیه انسان هست؟ اشتباهاً ما فکر کردیم انسان هست. وقتی که شما یک استخوان رو پیدا میکنید یا دندان رو پیدا میکنید، یک مسئله خیلی مهم انگشت شست هست. به عنوان یک پژوهشگر انگشت شست میتونه نظر شما رو جلب بکنه. چرا؟ چون تمام گذشتگان ما دارای یک استخوان پهن در انگشت شستشون هستن. حضور انگشت شست یک اتفاق بزرگ در دگرگشت انسان هست. انگشت شست با زاویه 90 درجه که با 4 انگشت دیگه ایجاد میکنه، دقت و سرعت رو به انسان هدیه میده. شما اینو در هیچ حیوان دیگه نمیبینید. حتی در شامپانزه ها انگشت شست پایین تر هست. بنابراین راحت نمیتونه با بقیه انگشت ها ارتباط ایجاد بکنه. و همینطور این پهنا، پهن شدن استخوان شست کمک میکنه تا این استخوان به تنهایی بتونه انگشت های دیگر رو بلافاصله پیدا بکنه. و به همین دلیل هم هست که دقت و سرعت رو به انسان تقدیم میکنه. حالا اگر ما برگردیم به 2 میلیون سال پیش، زمانی که هجرت بزرگ گذشتگان ما که هنوز ما نیستیم ولی قراره که بعدها ما بشن، مغز اونها هنوز کوچکتر از ما هست به مراتب. زمانی که اونها خاک آفریقا رو ترک میکنن، به لطف این انگشت شست هست که توانایی این کار رو پیدا میکنن. اگر دستی در کار نبود ساکن همون منطقه میموندن، این توانایی رو نداشتن که این سفر بزرگ رو شروع بکنن. بنابراین انگشت شست و دستان انسان یک مسئله مهم هست. و اگر بینندگان شما الان سعی بکنن فقط با 4 انگشت خودشون یک فنجان رو بردارن،
یک فنجان چای رو نمیتونن، به راحتی نمیتونن. یک لیوان رو اگر بخوان با چهار انگشت خودشون یک مقاله بنویسن نمیتونن، اما به محض اینکه انگشتش هست وارد این بازی میشه، نوشتن راحت میشه، گرفتن فنجان چای راحت میشه. بنابراین میبینید که این انسانی که ابزارساز شده، انسانی که توانایی این رو پیدا کرده که از سنگ کمک بگیره و به کمک سنگهای تیز وسیله بسازه، این کار رو نمیتونست انجام بده اگر به خاطر این انگشت شست نبود. بنابراین به عنوان یک پژوهشگر شما در بیابان هستید، در موزه هستید، در یک مرکز پژوهشی هستید، استخوان‌های پیدا شده، استخوان شست میتونه اطلاعات زیادی رو به شما برسونه که بعداً میتونید از مسائل زمین شناسی یا از ایزوتوپ ها، اتم ها استفاده بکنید و عمر اون رو حدس بزنید، اندازه بگیرید که عمر اون چقدر هست. یک مسئله دیگه استخوان فک هست. تمام گذشتگان ما دارای 32 تا دندان هستند. اما اون چی که جالب هست این هست که برای نخستین بار در طول دگرگشت انسان دندان نیش و دندان جلو ارتفاع اونها یک اندازه میشه. یعنی دیگه دندان نیش ایجاد وحشت نمی کنه. دندان نیش برای حمله کردن نیست، چون گذشتگان ما برای دفاع از خودشون دندانهای نیش بلندی داشتن، گاهی اوقات دو برابر دندانهای جلو، چون مرتب در خطر بودن، حیوانات وحشی حمله می کردن و ناچار بودن که از خودشون دفاع کنن. و یک نوع دفاع نشون دادن اون خشم هست، نشان دادن اون وحشت از دندانها هست که بتونید حداقل دشمن رو بترسونه تا شاید فرار بکنه و نیازمند اون نباشید که باش مبارزه بکنید. اما اگر شما به گذشتگان مستقیم ما نگاه بکنید، این دندانهای نیش بلند رو دیگه شما نمیبینید، برخلاف وابستگان ما که شامپانزه ها هستن یا میمون ها هستن، در اونها میبینید. و این چرا جالب هست؟ این از صدقه سر آتش هست. زمانی که آتش وارد گذشته ما میشه، گذشته انسانی که هنوز ما نیست و برمیگرده به 2 میلیون سال پیش، آتش باعث میشه که انسان بتونه غذای خودش رو بپزه و انسان بتونه از بالای درخت پایین بیاد. از ترس دیگه لازم نیست بالای درخت بخوابه، آتش حیوانات رو دور میکنه و انسان میتونه از غارها بیرون بیاد. آتش حیوانات رو دور میکنه و انسان میتونه بیاد بیرون و در بیرون زندگی بکنه. اینو شما حتی در کوههای زاگرس هم میبینید. گذشتگان ما بالای 1 میلیون سال پیش به ایران سفر کردن. چرا به زاگرس؟ به خاطر این غارها. و بعد چرا شما اونجا وسایل روشن کردن آتش رو میبینید؟ چون با آتش آشنا شدن. و همین باعث میشه که این انسان ها بیش از پیش دور هم جمع بشن و بیش از پیش خشم جای خودش رو بده به لبخند. شما دیگه نیاز ندارید که حیوانات دیگر رو بترسونید، شما نیاز ندارید به این دندانهای نیش بلند. آتش کار پخت و پز رو انجام میده و به لطف اون حمایتی که از شما میکنه، به لطف اون ترسی که در حیوانات وحشی ایجاد میکنه، شما وقت بیشتر رو میتونید با همدیگه بگذرونید. و برای که وقت بیشتر رو با همدیگه بگذرونید، با لبخند خودتون هست که انسانهای دیگر رو دعوت میکنید که به جمع شما ملحق بشن. و در همین زمان هم هست که اتفاقا زبان و ارتباط و واژه سازی جون میگیره. یعنی این انسانها شروع میکنن با هم ارتباط برقرار کردن، تا جایی که حتی اگر ما سری بزنیم به انسان توتاوه که 500,000 سال پیش زندگی میکنه و اصلا ما نیست، یک نوع دیگه از انسان هست، اون انسان هم حتی به لطف آتش قدرت ارتباط داره و در مغز اون شما میتونید اون ناحیه خاصی رو که اگر وجود داشته باشه نشان دهنده یک سیستم ارتباطی پیشرفته است، در اون هم شما میتونید ببینید. بنابراین در فاصله ای که دندان نیش به تدریج از بین میره و اون بالاخره دو تا نماد تهدید کننده بوده، یعنی ابزارهایی بوده برای اینکه حریف رو وادار به عقب نشینی بکنه یا رو دچار هول و وحش کنه. میخوام بگم تا زمانی که ما صاحب دندانهای امر ردیف هم میشیم، چند صد سال
چند صد هزار سال به درازا میکشه. شما از بالای 2 میلیون سال پیش به بعد دیگه اون دندانهای بلند رو نمیبینید. 2 میلیون سال بعد دیگه نمیبینید. نه، قبل از اون شما میبینید در 4 میلیون سال پیش، در 5 میلیون سال پیش هنوز وجود داره اون فکهای قوی، اما از 2 میلیون سال به این طرف دیگه شما نمیبینید. حتی استخوان فک انسان دیگه اون حالت عمودی رو نداره، حالت انحنا پیدا میکنه، لطیفتر میشه و کوچکتر میشه، تا جایی که حتی جا برای اون دندونها دیگه نداره، برای اون 32 تا دندون. اگر شما امروز به جوامع مختلف برید میبینید که تقریبا در تمام جوامع دیگه جایی برای 32 تا دندون ما نیست. به خصوص دندان عقل یا اون دندان آخر ایجاد دردسر هم این روزها میکنه. بنابراین در قبل از اینکه ما انسان مدرن امروزی بشی این اتفاق افتاده، یعنی دندانهای نیش خودشون رو کوتاه کردن، دندانهای نیش و لطافت پا به پای هم پیش میرن و به این به لطف آتش هست. اما یک مسئله دیگر هم هست، فقط آتش نیست، یک عنصر دیگر وارد زندگی انسان میشه و اون نمک هست، راجع به اون صحبت میکنم. اما برگردیم به اون استخوانهایی که میتونن به شما نشون بدن که با گذشتگان انسان سر و کار دارید. یکی دیگه این استخوانهای گونه هست. استخوانهای گونه کوتاه‌تر میشن، استخوان فک کوتاه‌تر میشه و استخوان جمجمه بزرگتر میشه و پیشانی ما شروع میکنه یک حالت ارتفاع بالا داشتن، به طرف بالا میره، تا اونجایی که ارتفاع پیشانی و فاصله بین دو ابرو و پایین بینی و پایین بینی تا چانه دقیقا اندازه هم میشه، یعنی این سه تا اندازه همدیگه میشن، اینقدر این پیشانی بلند میشه و بالا میره. بنابراین این چند تا نشانه هست که وقتی شما این استخوان‌ها رو میبینید میتونید متوجه بشه که آیا با گذشتگان انسان سر و کار دارید یا با یک سری از حیوانات دیگه، و اینها مشخصه انسان‌ها هستن. و بعد استخوان کف پا هست. کف پا دیگه صاف نیست در مورد گذشتگان ما، انحنا پیدا میکنه و به لطف این انحنا راه پیمایی های طولانی و بزرگ آغاز میشه که بخشش هم به سمت ایرانه. بله، به طرف ایران در چند نوبت، نخستین بار که بالای 1 میلیون سال هست در سرتاسر ایران. و اگر شما ایران بزرگ رو در نظر بگیرید که کاملا، یعنی شامل حال مناطق جنوب روسیه که بخشی از ایران بزرگ باشه، تا طرفهای ازبکستان، در فارس، در خراسان، در کوههای زاگرس، در همه جا شما وجود اون انسان گذشته رو میبینید که هنوز ما نیست، حجم مغز کمتری داره اما با آتش آشنا هست، احساساتش قوی شده، قدرت ارتباط پیدا کرده، پیشونیش هنوز ارتفاع مال ما رو نداره، پیشانیش کوتاه‌تر هست و زودتر به طرف عقب میره و استخوان‌های فک محکم‌تری داره و با زاویه دار هست، انحنا هنوز نداره و کاملا جا داره برای تمام دندان‌هاش. دکتر نظری، ما خب به اصطلاح نمونه‌های زیادی داریم، اکتشافاتی در دل طبیعت که خب پاره از جاندارها مومیایی شده بودن، خود طبیعی، یکی در خود مصر در این سهاری شنها کار خودشون کردن و هوای خشک، یکی در غارهای نمکیست، حتی اجسادی رو ما پیدا کردیم دست نخورده در غارهای نمکی، و همینطور در یخچال ها خاصا بسیاری آثاری که مثلا در سیبری به دست آمد، یکی از اونها هم فرش دوره هخامنشیست که در موزه آرمیتاژ حفظ میشه. نمک هم خیلی عنصر عمده‌ای بوده. حدودا یک دقیقه و نیم هنوز وقت داریم، یه توضیح مختصر بدید که بار دیگه بتونیم اون بحث نمک رو با هم شروع بکنیم که نظرم یه عنصر خیلی خیلی مهمه در حیات انسان. بفرمایید. نمک یکی از مهمترین اتفاقاتی است که برای انسان میفته. اگر نمک نباشه سدیم نیست، و اگر سدیم نباشه سیستم مغزی اصلا کار نمی‌کنه.
و اگر ما برگردیم به تاریخ نمک متوجه میشیم که حضور نمک در زندگی انسان برمیگرده به قبل از اینکه ما حتی انسان بشیم. چرا؟ چون نمک باعث میشه که هم غذا حفظ بشه و همینی که عناصر مهمی رو وارد بدن انسان بکنه. بدن شما بدون سدیم نمیتونه کار بکنه، سیستم مغزی از کار میفته، مایچه قلب شما از کار میفته، تمام مایچه‌های بدن از کار میفتن. و در گذشته گذشتگان ما فقط از مواد میوه‌جات و سبزیجات استفاده میکردن. این بعد از پیدایش آتش هست که با گوشت‌های پخته آشنا میشن و همین باعث میشه که انرژی زیادی وارد گذشتگان ما بشه و به ناگاه مغز شروع به رشد بکنه، چون مغز 20% از انرژی شما رو طلب میکنه، میخواد، و اون میوه‌جات و سبزیجات نمیتونستن این اندازه انرژی رو در اختیار این انسان قرار بدن. اما روزی که این انسان مهاجرت بزرگ خودش رو شروع میکنه، به لطف نمک میتونه گوشت رو تازه نگه بداره، چون این نمک جلوی رشد میکروب‌ها رو میگیره. و به همین دلیل هم هست که اگر شما در بسیاری از این غارهایی بدید که 1 میلیون سال 1 میلیون سال عمر دارن و بالای اون، جالب هست که اثر نمک رو میبینید و اینکه علائم این رو میبینید که با نمک آشنایی داشتن. بنابراین بعد از آتش واقعا یک عنصری که بسیار مهم هست هم در ساختار انسان و هم در ایجاد تمدن، در ایجاد فرهنگ، نمک کامل. و بنابراین جای تعجب هم نداره که در تاریخ مقام نمک به جای میرسه، ارزش نمک به جای میرسه که ارزش طلا رو حتی پیدا میکنه و بسیاری از آدم ها طلا رو میدادن هم وزن اون نمک رو میگرفتن. نمک یک عنصر مهم هست که بایست یک برنامه رو فقط هفته آینده به اهمیت نمک و نقش نمک در ایجاد فرهنگ و تمدن. حتما خیلی بحث مهمی است. هفته آینده حتما خیلی تشکر میکنم از همیشه خیلی آموزنده و سپاس. عازم سفرید کجا؟ جامائیکا. بسیار عالی. همینانم آرزوی سفر خوش داریم برای دکتر نوذری و تشکر میکنم از سپهر عزیز که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر، موافقی دکتر نوذری؟ به امید دیدار، با کمال مهر. خدا نگهدار.